با سلام خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون سمام، خوشحالیم که بار دیگه در منزل‌های شما هستیم، در سر گروه‌های شما، در کلیسای خانگی و با شما این برنامه رو می‌خوایم ادامه بدیم. زندگی متعادل مسیح همراه با کشیش شهریار عزیز و همینطور خواهر مینای عزیز. خیلی ممنون برای وجودتون. خواهش می‌کنم. بحث داغ امروزمون در مورد طلاق است. شرایط طلاق چیه؟ آیا طلاق در مسیحیت وجود داره؟ و اگر وجود داره چطور امکان پذیر هست؟ چه کسی میتونه حکم طلاق رو صادر کنه؟ و بریم با هم دیگه در مورد این بحث کنیم. آخرین سوالم من یادم میاد در جلسه قبل این بود که اگر شخصی درگیری‌های خانوادگی زیاده و اون خانواده با هم دیگه زد و خورد زیاد دارن و بچه‌ها اینجا دارن زجر میکشن، آیا زن یا مرد میتونه درخواست طلاق کنه یا نه؟ خواهرم مینا مشغول بود این سوالو جواب بده. بله، و فرمودین هر دو مسیحی هستن. بله، هر دو مسیحی هستن و ولی مشکلات دارن. مشکل زیادی دارن با هم، درگیری زیاد دارن و همش رو عصبانیت رو و درگیری هست. بله، و فرمودین که مثل که این خانم به خاطر بچه‌هاشون میخوان طلاق بگیرن که خلاصشون از این بچه‌ها صدمه نخوره. هر طرف اگه این کارو بکنن حق دارن یا نه؟ من فکر کنم باید اول از همه سعی بکنن با دید با کمک خداوند زندگیشون رو به صلح برسونن. اولا این رفتار مسیحایی نیست اگر مسیحی هستن. و دو تا مسیحی وقتی به مسیح ایمان میارن زندگیشون رو میارن بر طبق کلام خدا. بارها شده در مسائلی من و شهریار اختلاف نظر داریم، بعد دعا میکنیم و بر طبق کلام خدا با هم صحبت میکنیم. در جای اون حق داره، در جای من حق دارم، هر دومون کوتاه میایم. پس منظورتون اینه که در واقع باید تا اونجایی که میتونن طبق کلام خدا من دعا کنن، روزه بگیرن، شفا ایجاد بشه و این خانواده نجات بده. چون خداوند صلح میخواد. در واقع اجازه طلاق ندارن. بله، من فقط یه مطلب اضافه کنم بعد از سلام به بینندگان عزیزمون. اینها اگه مسیحی هستند پس عضو کلیسان، یه شبانی دارن، تحت اقتداری هستن. اگه یک مسیحی، یک زوج مسیحی، زن و شوهر ادعا میکنن فرزند خدان و دائما دارن دعوا میکنن به طوری که واقعا بچه هاشون در خطره، اینها باید مورد توبیخ کلیسایی قرار بگیرن. اینها باید دوره‌ای بگذرونن، تعلیمات خاصی هست، خانواده مسیحی، مرد مسیحی باید کی باشه، یه کتابی مثلا هست پدران و شوهران و کتاب بسیار عالی، خواهرها هستن که مثلا کتابای پنج زبان عشق هست، کتابای بسیار عالی هست در مورد خانواده، اینا رو باید بخونن. کلیسا باید براشون این دوره ها رو بذاره، مسئولین گروه های خانگی باید به فکر این خانواده ها باشن. با مطالعه، با روزه و دعا معنی نداره که دو نفر چون واقعا چون دعوا میکنن پس طلاق بگیرن. اون برن ریشه رو ببینن چرا دعوا میکنن، اونو حل کنن. نه اینکه همینجوری اجازه بدن ادامه پیدا کنه و بعد بگن که میخوایم جدا بشیم. عرض کردم مگر دعوای فیزیکی و جان کسی واقعا در خطر مرگ قرار داره، اون موقع کلیسا میتونه تصمیم بگیره در این مورد. ولی نه برای دعوا. اگه دو نفر مسیحی هستن فکر نمیکنم دعوای فیزیکی به همین، چون به اینجا نخواهد رسید. به نظر من اگر هم هست باز وجود روحای بد هست که باز هم به کانسلینگ احتیاج دارن اون خانواده. بله. یعنی باید بهشون رسیدگی شبانی بشه نه طلاق. بله. و بعد از اینکه رسیدگی های شبانی شد اگه نتیجه نگرفتن چی؟ اون موقع کلیسا و شبانشون میتونن کمکشون کنن. حتی نه تنها شبان، هیئت شبانان باید تصمیم بگیرن. این تصمیم یه نفر نیست. یک گروه. یعنی اون خانواده نمیتونن برای خودشون تصمیم بگیرن. اگر مسیحیان در کلیسا هستن و کلیسا رهبر داره، امور خانوادگی امور خصوصی نیست. ما چیز خصوصی در کلیسا نداریم که من این کارو میکنم تو خونه، زندگی شخصی منه و به کسی مربوط نیست. نه، اینا به کلیسا مربوطه چون به کلیسا صدمه میزن. یه برادری میگفت خیلی مسئله جالبیه، میگفت همه ما توی کشتی نشستیم، کسی نمیتونه بگه من دارم زیر پای خودم رو سوراخ میکنم، به کسی مربوط نیست، تمام کشتی غرق میشه، شما عزیز من دارین این کارو میکنین. یه نفر گناه کرد، تمام بنی اسرائیل شکست خوردن در جنگ اریها، در بعد از اون در جنگ با آی اینها شکست خوردن، چون اون اخوان ابن کرمی رفت یه چیزایی دزدید از اونجا، از بلند کرده بود، یه شم شد طلا و یه مزراق و یه ردایی. حالا کار به این چیزا نداریم، نمیتونیم بگیم آقا زندگی خصوصی من به من مربوطه، من زیر پای خودم دارم میشکنم. نه خیر، آب بیاد بالا، کلیساست که بی برکت میشه. پس مربوط میشه به شورای شبانان و کلیسا. بعد پس فهمیدیم که این در این شرایط در واقع طلاق نیست. یه سوال دیگه این هست که زن و مرد ایمان دارن، در اثر تصادف مرد خانومش در واقع در کما میره به مدت خیلی طولانی،
و آیا اجازه طلاق داره؟ میتونه ازدواج مجدد بکنه اگه مسیحی باشه یا نه؟ همچین چیزی در کلام خدا نداریم، چیزی راجع به کما ننوشته، ولیکن واقعا خدای ما خدای معجزات. با ایمان ما میدونیم شفا مال ماست، مال فرزندانه. اگر هم این اتفاق میفته در روزه و دعا به حضور خداوند میاریم که این عزیز شفا پیدا کنه، یا اگر رفتنی زودتر بره و تکلیف رو هر چه زودتر واقعا دعا میکنیم تا خدا روشن کنه. باز اگه طولانی شد، من فکر نمیکنم حتی در جوامع ما الان مثلا 10 سال یکی رو در کما نگه دارن، نمیدونم. البته این قسمت مرگ خواهد بود، سوالایی که در مورد مرگ هست که آیا خب این بعد این میتونه طلاق بگیره یا نه. مسئله اینه که آیا چون ولی اگه همچین چیزی سر من بیاد، من دلم نمیخواد که زنم منو رها بکنه در کما و بره با یکی دیگه ازدواج کنه و چند روز بعدم من دوباره به هوش بیام و بعد ببینم اه زن من کوپ است، میگن رفته با یکی دیگه ازدواج کرده چون تو داشتی میمردی یا قرار بود بمیری. البته این اتفاق میدونی که در جنگ افتاده متاسفانه خیلی زیاد، خیلی زیاد در ایران وقتی که جنگ بوده. من خودم کسایی رو میشناسم که با زن شهید ازدواج کردن و بعد از مدتی همسرشون برگشته و معلوم شده که آمار و ارقام اشتباه بوده و ایشون شهید نشده بود، اسیر بوده، مفقود القصر یا شهید یا اسیر بودن. ولی این در مسیحیت چجوریه؟ یعنی میتونه این همچین ازدواجی صورت بگیره وقتی شما شوهرتون مفقود القصره؟ حتی در جوامع غیر مسیحی، میبخشید من جواب بعد شما میتونید نظرتون بدید، حتی در جوامع غیر مسیحی هم ما میبینیم وفاداری خیلی طولانی و دراز مدت رو. این فقط تو چارچوب مسیحیت نیست واقعا که افراد دعوت به این وفاداری میشن. اون روزی که میایستن جلوی کشیش یا اون مرد خدا و عهد و پیمانی میبندن و میگن نه فقر، نه مریضی، نه هیچ چیز دیگه اینها رو از هم جدا کنیم، میگه آیا تعهد میکنی که در دارایی، نداری، در مریضی، در فقر، در تمام اینها شوهر با وفای این زن باشی و این قول و قرارهایی که با هم میدن؟ و بعد اون شخص میگه بله. اونجا میگن خب ایشون رفته مفقود الاثر شده یا نیست، هنوز جنازش پیدا نشده. واقعا این مواقع باید دعا کرد، باید هدایت طلبید، چون ممکنه طرف 10 سال 15 سال هم صبر کنه و بعد بگن که نه بابا این 15 سال پیش مرده، بالاخره هم یه جوری ثابت بشه که مرده، یهو دیدم نشد. من فکر میکنم چون خدای ما خدای بی‌انصافی نیست و خدا خدای محبته، اگر ما احترام بکنیم و در دعا و روزه ادامه بدیم، خدا با ما حرف خواهد زد و خدا بالاخره یک راهی رو به ما نشون خواهد داد. ولی کلام خدا در این مورد چیزی نمیگه، این دلیل طلاق نمیتونه باشه. حالا از خواهرمینا سوال میکنم، اگر خواهری همسرش در کما باشه مدت طولانی که نوناور خونه است و ایشون دیگه برای بچه‌ها رو بزرگ کردن و اینها، باید ازدواج کنه چیکار باید بکنه؟ باید طلاق بگیره از مردی که نیست، یعنی واقع هست ولی در مریضی به سر میبره؟ بله، البته باز من جای رهبران و مشایخ کلیسا نیستم که حکم بکنم یا صحبتی بکنم، باز در انتها اونا هستن که برای این خواهر تصمیم خواهند گرفت. ولی به طور کل تا جایی که من به خودم رو در نظر بگیرم، تا جایی که بتونم شده با خونه مردم کار کردم، به هر طریقی یه کاری پیدا کنم که زندگی خودم و بچه‌هامو بگذرونم، کار آبرومند درست، کار آبرومند و درست، وفادار خواهم موند. چون من معتقدم خدای من خدای قادر معجزه میکنه. اگر زمانی رو اجازه داده من تو این بلا تکلیفی بمونم، میخواد یک درسی به من بده، میخواد منو بسازه، میخواد شاید من باید برم این دوران سختی بکشم بیام بیرون، یه مقدار سخت ولی بعد این رو هم در نظر داشته باشن، وقتی واقعا عشق هست، محبت هست، وفاداری هست، اینجور چیزها نمیتونه جلوی آدم بگیره. مگه اینکه واقعا اصلا این دو تا یه خانمی بود میگفت من چند تا بچه کوچیک دارم که فقط با اینا رو نگه دارم، هیچ خانواده ای ندارم اینا رو نگه دارم، من باید نگه دارم اینا رو، میکشم با خودم خونه مردم، لباس میشورم. زنگ زده بود از ایران، خیلی وضع وخیمی داشت و میگفت هیچ کس نیست و این بچه ها زیر دستپای من گریه میکنن و من دارم رخ میشورم، اتو میکنم، غذا میپزم برای یه خانواده ای که زندگیم بگذره ولی بازم نمیگذره.
اون موقع هست که چنین خواهری در اون جمعی که هستن واقعا اگر اون جمع اون کلیسا میتونه کمکی بکنه. من فکر کنم آخرین، یعنی بعد از سعی بسیار، آخرین تصمیم میبایستی چنین چیزی باشه که اونم کلیسا تمام سعیشو باید بکنه که این طلاق رو نگیره و دیگه اون دیگه به دل خودش باید رجوع کنه. یعنی آخرش یعنی واقعا طلاق اولین راه حل نیست و عقیده من آخرین راه حل هم نیست. طلاق یک استثناست که من تشویق میکنم مثلا بهش فکر نکنی. اگر تو شرایطی افتادیم، اگر خدا هدایت کرد و خیلی مسائل بود، بالاخره هیئت کشیشان یا هیئت شبانان این تصمیم رو خواهند گرفت و با افراد خیلی دونه دونه بعد موردها رو بررسی کرد، ولی بهتر اصلا راجبش فکر نکنی. درست. چون خدا ازش متنفر. من. اگر یک خانواده ایمان آوردن، زن یا مرد، یکیشون ایمان داره، اون یکی نیست. من. و اونی که ایماندار نیست میخواد ایشون رو طلاق بده. بله، این آیه‌ای که الان باید بخونیم اون رو چجوریه؟ آیا چشم. اوکی هست کلیسا باید به اون خانم که در کلیسا یا سل گروپ میاد بگه که شما باید جدا بشین یا نه شما اجازه ندید؟ کلام خدا اینجا قشنگ مشخص خیلی قاطع صحبت میکنه در مورد این. اول رساله پولس رسول به قرنتیان، اولین رسالش، باب 7 آیه 15 و 16 رو براتون میخونم. اول قرنتیان؟ بله، باب 7 آیه 15 و 16. در اینجا پولس داره میگه اما اگر بی ایمان جدایی نماید، یعنی این زن و شوهر بودن، یکیشون ایمان آورده، یکی دیگه به خاطر اینکه این ایمان آورده میخواد جدا بشه، اگر بی ایمان جدایی نماید، یا به خاطر ایمان آوردنش یا دلایل دیگه کاری نداریم، ولی اگر بی ایمان جدایی نماید بگذارش که بشود، زیرا برادر یا خواهر در این صورت مقید نیست و خدا ما را به سلامتی خوانده است. اگر یک بی ایمان دائم داره دعوا را میندازه، دائم داره مشکل ایجاد میکنه و نمیخواد با زن ایماندارش یا شوهر ایماندارش، زن مسیحیش یا شوهر مسیحیش ادامه بده، ما نباید به زور نگرش داریم یا بگیم نه مخالفت کنیم با این طلاق. کلام خدا صریحا در این مورد نظر داده و کلام قسمت آیه آخر آیه خیلی قشنگه، میگه خدا ما رو به سلامتی خوانده است. آیه 16 مگه شما بخونید؟ بله. اونجا باز بله 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 اینجا هم خیلی جالبه. زیرا که تو چه دانی ای زن که شوهرت را نجات خواهی داد، یا چه دانی ای مرد که زن خود را نجات خواهی داد. این تو موارد دیگه هم هست، این آیه آخر. گاهی وقتا ما میگیم که خب من عاشق شدم، طرف بی ایمانه، عاشق شدم، ازدواج میکنم، بالاخره با دعا با محبت کردم، به هر صورتی من اینو به ایمان میارم، به قول معروف میگی پولس رسول میگه با من درستش میکنم، انگار ما میتونیم باعث ایمان کسی باشیم. و تجربه نشون داده، تقریبا 100% تجربه، هر کی اومده پیش من زار زد، گریه که اونا که با بی ایمان ازدواج کردن، یکی اصلا گلدون کریستال رو سرش شکست این بیچاره، گفت من داشتم دیگه دیوونه میشدم، گفتم چرا بی اطاعتی کردم و با بی ایمان ازدواج کردم. فکر کردم شاید روزای اول به من میگفت با تو میام کلیسا، با تو میام خدای تو رو میپرستم، با تو میام اینطور، با تو میام اونطور. ازدواج که کرد تموم شد و بعد مشکلات بسیار زیاد که اصلا دیگه فقط گریه میکرد. این زن سال دیگه اینه که یه نکته دیگه این آیه داره که اینجا اگه میبینیم درست بعد از این مسئله طلاق اومده که اگر بی ایمان میخواد جدایی بکنه، جدایی گزیند، بگذار بشود زیرا که ما به سلامتی خوانده شدیم، زیرا تو چه دانی ای من. این واقعا اون افرادی هن که میخوان خودشون رو قربانی بکنن و طرف دائما کتک میزنه، ناراحتی هست، دعوا هست و این افراد ایستادن میگن نه شوهر من بعد ایمان بیاره، من آوردم اونم بعد بیاره و خودشون رو دارن قربانی میکنن و طرف هم میگه بابا ولم کن من میخوام برم، میگه نه من نباید طلاق بگیرم، چرا در آیین من طلاق نیست، اگه میخواد ولش کن بره، ما به سلامتی خوانده شدیم. چون واقعا این ما نیستیم که کسی رو به ایمان میتونیم بیاریم، این کار روح القدس. اگر کسی باشه که ایمان داره ولی همسرش بی ایمانه و اون رو آزار میده، آیا ایشون باید اینو طلاق بده؟ شخص ایماندار اجازه طلاق نداره در این صورت، فقط اون بی ایمانه که اجازه داره طلاق بده. پس ایشون اجازه نداره طلاق، اجازه نداره طلاق بده. با بی ایمان ازدواج اگه خوشحال هستن و با هم هستن
اوکی. با دعا و با رفتار مسیحایی مسیح رو در زندگیش آنچنان با خداوند راه بره که اون شخص واقعا حضور زنده مسیح رو تو زندگی همسرش ببینه و عوض بشه. خب. مگه واقعا دیگه معذرت میخوام بگم روانی خطرناک باشه از لحاظ آزار دادن که اون موقع باز کلیسا تصمیم میگیره براش. حالا برای عمل طلاق، حالا در شرایطی است که زنا شده، حالا هر چی، آیا رسوم خاصی است در کلیسا؟ آیا مراسم خاصی است؟ به هیچ عنوان. مثل ازدواج که تقدیس کنن، برای جدا کردنش هم آیا باید اون رو تقدیس کرد، برید؟ نه. قطع کرد میشه. در آیین‌های کلیسایی کوچکترین جایی نداره، چون اصلا ما تعلیمی راجبش خیلی روشن و واضح نداریم. تعلیم البته داریم، ولی که بخوایم انجامش بدیم، مراسم کلیسایی نداره، یادبود نداره. ما سالگرد ازدواجمون رو جشن میگیریم. من ندیدم کسی سالگرد طلاقش رو جشن بگیره که اولین سال طلاق، دومی، سومی، کادو بخری مثلا واسه زن جدیدش به خاطر سالگرد طلاق از زن گذشتش. ولی که نه، ما نه تقدیس داریم نه دعا برای این مسئله و هیچ مراسم کلیسایی براش انجام نمیدیم. ولی یه اعتقادی هست، میگن وقت شما گفتین که وقتی دو نفر در ازدواج یک میشن، وقتی که عمل طلاق انجام میشه، این یکی در واقع اولا یه شکستی تو اون هست. حالا بگیم بر اثر زنا که کلام خدا میگه اجازه از طلاق بگیری، اگر زنا کرده باشه طرف مقابلش، آیا چیزی هست که با ریشه هایی هست از نظر روحانی که اینو براش دعا کرد، روحی باشه، روح بدی که اون رو آزاد کنی از این روح، یا نه؟ بعد چون این اعتقاد هست، من بعضی میگم بعد از این که فهمیدیم این شخص زناکاره، کلیسا دعا کنه برای آزادی و جدایی در واقع این دو تن که یک بودن، اگر ریشه ای هست، چیزی مونده، اون رو خدا پاک کنه که طلاق صورت نگیره. منظورتونه؟ نه، که صورت بگیره، آه، که جدایی کامل ایجاد بشه. آه. منظور میدونین چی میگه؟ وقتی این البته یه خود واضح‌تر اگه بگین، چون طلاق که صورت میگیره خب جدا شده دیگه. ببینین جدایی آخر از نظر جسمی چرا؟ جدایی بل. و چیز ما میبینیم. یک تن نیستن. بله. یک تن دیگه نیستن. ولی با کلام هم میگیم اینا یک تن بودن. پس از نظر روحانی در واقع یک چیز روحانیه این مسئله. بله. آیا ریشه هایی از گناه از طرف مقابل مونده باشه در این یا نه؟ این ریشه های گناه رو در واقع براش دعا میکنن که البته این آزه. این برای همه هست، نه فقط در حالت طلاق یا زن و مرد. کسی که ایمان میاره به مسیح یک شخص ادولت، یک شخص بالغه و مسلماً مرتکب خطایا یا گناهانی شده، بعضی بیشتر، بعضی کمتر، بعضی عمیق‌تر، طولانی‌تر، بعضی خیلی سطحی. همه ما احتیاج به آزادی داریم، همه ما. مثلا کلیساهایی هستند که من میدونم قبل از اینکه طرف عضو کلیسا قبول بکنن، ایشون باید یک دوره شفا و آزادی رو بگذرونه. مطالعه هست، دعاهای طولانی هست و از هر چیزی که شنیدن، هر چیزی که خوردن، هر چیزی که دیدن، هر تهمتی که شنیدن، هر گناهی که کردن، اینها باید آزاد بشن، چون روشون تأثیر گذاشته شده. شاید یکی از مشکلات کلیساهای ما که گاهی وقتا ما توش طلاق میبینیم همینه، چون این اعمال قبلا انجام نشده. طرف میاد، رشد میکنه، وارد خدمت میشه، ازدواج میکنه، ولی کولباری هم راش داره، پر از آلودگی، پر از گناه. ما گاهی وقتا فکر میکنیم با اون دعایی که من کردم زندگی من مقدسه و همه چیز بر وقف مراده و همه چیز خوب شده، و توجه نمی کنیم که این در آسمانه، در اسم ما از دفتر حیات، از دفتر هلاکت شیطان خط میخوره، میاد تو دفتر حیات. جایگاه ما عوض میشه، ما از اون زندان ظلمت و ظلمت شیطان خلاص میشیم و وارد ملکوت خدا میشیم. از اینجا تازه داشتن یک زندگی مقدس شروع میشه و اون با همکاری با روح القدسه. ما فکر میکنیم گاهی وقتا ما که دعا کردیم پس من مقدس شدم، تموم شد رفت. نه خیر، کار داره، طول داره، و اینی که شما میگین کاملا درسته. حتی وقتی هم که طلاق صادر میشه، البته من ترجیح میدم قبلش باشه، قبل آزادی صورت بگیره، این شخص آزاد بشه از گناهان زنا. چیز وحشتناکه، کلام خدا دقیقا مینویسه هر گناهی که شخص میکنه خارج از بدنشه، ولی زانی بر بدن خودش گناه میکنه و اون بدن هیکل روح القدسه. کسی که زنا میکنه بدن خودش رو داغون میکنه در آتشی. کلام خدا در عهد عتیق به امثال سلیمان مینویسه، میگه آیا کسی آتش را در آغوش بگیرد و جامعه او سوخته نشود؟ یه لباس تو میسوزونه، زندگی تو، جوانی تو، هر چی داری میسوزه از بین. این بیچاره باید آزاد بشه.
خب همینا میان کلیسا. عیسی مسیح نگفت گناهکارا برید کنار، خوباش بیان تو کلیسا. میگه او اومده برای گناهکاران. عیسی مسیح دوست گناهکاران بود و گفت این مریضا احتیاج به طبیب دارن، نه اونایی که فکر میکنن سالمن. همه این مریضا احتیاج به عیسی مسیح دارن. و اگر ما خوب دقت کنیم، و حتی من میخوام یک ریشه رو باز بگم، اگه ما با خدا بنا کنیم کارمون به طلاق نمیکشه. اگر ما واقعا در حضور خدا بریم که اون معاونی که میگه موافق وی، اون معاون موافق من رو خدا به من بده، به احتمال خیلی زیاد ما کارمون به طلاق نمیکشه. البته 100% نیست، چون همه ما انسان هستیم، اراده آزاد داریم، ممکنه وسط راه یهو تصمیم بگیریم که دیگه خدا رو پیروی نکنیم، چوبش هم خواهیم خورد و اون چیزی هم که کاشتیم درو خواهیم کرد. ولی هرچی بیشتر صبر بکنیم قبل از ازدواج، مشورت، روزه، دعا، طلبیدن اراده خدا، مشورت با بزرگترها، با شیخ کلیسا، با رهبر کلیسا، هر چی ما طولانی تر عجله نکنیم، منظورم اینه، نه خیلی هم طولانی بگیم حالا برای استحکام 10 سال ما نامزدی رو طول بدیم، منظورم اون نیست، باز از یه افراط توی تفریط نیفتیم. دوست دارن اینو خیلی، نه اصلا نامزدی ما زیاد راجبش صحبت نکردیم چون تو کتاب مقدس چیز خاصی راجبش نیست. ولیکن اگر ما واقعا ریشه رو قوی درست کنیم، احتمال اینکه کارمون به طلاق برسه کم. و افراد اینجان که میگن این زن رو خدا به من داد، پس چرا کار به اینجا رسید؟ بابا جان، خدا به داد تو فکر کردی، چقدر دعا کردی براش، چقدر در حضور خدا موندی. معمولا اگر ما از قبل توجه بیشتری داشته باشیم، عجله نکنیم، به احتمال خیلی زیاد کار به این جهان نمیکشه. ولی با 100% بله. من تجربه این داشتم، بعضی از ازدواج ها روی اراده خدا بوده، بله. ولی یک جای یکی زن یا مرد از اون اراده خدا پیاده میشه. بله. بله. بیرون میره. خیلی ها هستن که از حتی بله. کشیشان هستن که یهویی خانوادهشون به هم میریزه به خاطر اینکه بله. موقعی که کشیش مرد داشته به زن کانسلینگ میداده، بله. منحرف شده. بله، اشتباه کرد. یا زن با مرد بی‌حکمتی کرده که تنها رفته. و اینجا اونجا یکی از اون نقشه خدا پیاده شدن. بله. یه سوال دیگه هست که خیلی حساسه. اینه که زنا در عهد عتیق عمل جسمی بوده. بله. ولی در عهد جدید مسیح میگه اگر تو فکر کنی در مورد یک زن یا مرد، فرقی نمیکنه، تو فکرت زنا کردی، اگه نظر شهوت بندازی، نه فقط فکر کنی، بله، نظر شهوت بندازی میکنه یه ذره، اگه نظر، خب وقتی نظر شهوت بندازی فکر کردی که نظر، بله، حسابی هم فکر کردی، به فکر ربط داره. بله. وقتی که فکر کنی تو زنا کردی، پس اینجا آیا به خاطر این جور زنا هم میشه طلاق داد؟ نه. یعنی شما تشخیص بدیش همسرت یا چی میگن زن یا مرد، ایشون در فکر این بوده که با کس دیگه ای رابطه داره یا فکری کرده، حالا به هر حال برای این دلیل، چون زنا در عهد جدید اینه، زنا عیسی مسیح این رو تعلیم میده. مینا جان شما میخواین جواب بدین؟ بله، من چون حرفی زده نشده، ما نمیتونیم، قضاوت خیلی آسونه گاهی وقتا، گاهی وقتا ممکنه طرف یه نگاهی بکنه، من فکر کنم نگاهش زنا آلوده، ولی اصلا تو فکرمون بیشتر چیزی نیست. من نمیتونم در این مورد قضاوت آنچنانی داشته باشم که قصد طلاق داشته باشم. نه، متوجه شده، یعنی خود بله. مرد میاد میگه که همسرم من این اشتباه رو کردم. خب میدونی چی میگم؟ میاد اعتراف میکنه، میاد اعتراف میکنه، میگه که من اشتباه رو کردم، مثلا داشتم به این فکر میکردم، یهویی به این فکر به سرم زد. حالا نه. اون زن میتونه آیا بگه که خب طبق کلام خدا نه. اینجا کلام میگه تو زناکاری نه. و من با تو نمیتونم دیگه ارتباط داشته باشم؟ این نیست، راجب بدن صحبت بله. میکنه، راجب بدن میگه کسی که زنا میکنه بر بدن خودش گناه میکنه، این فقط یک فکر نیست. اگه اینجوریه تمام آقایون و تمام شاید برادرای منم که در این برنامه رو نگاه میکنه، پس همه ما زناکاریم، انسان هستیم، فکر میاد، پرورش دادن اون فکر که گناه آلوده. وسوسه گناه نیست. دوستان من باید بدونن خیلی خوب که کلام خدا میگه عیسی مسیح وسوسه شد روی صلیب، شیطان اومد او رو وسوسه کرد، وقتی که در یعنی تجربه کرد، وقتی که در صحرا بود 40 روز روزه گرفت، آخرش میگه شیطان اومد او رو تجربه کرد. بله. تجربه گناه نیست.
افتادن توی این تجربه، ادامه دادن تجربه، جا دادن به تجربه که آخر به گناه منجر میشه، اونه که گناهه. نه. اگر فکر میاد تو ذهن من باید او رو دور بکنم در نام عیسی مسیح، فکرم رو مشغول چیز دیگه بکنم، با کتاب خوندن یا با هر چیز دیگه، این بله، کلام خدا میگه عیسی مسیح تعلیمش اینه که اگر نظر شهوت بندازی مثل اینه که با او زنا کردی. چرا؟ چون کسی که زنا میکنه روز اول پا نمیشه مثلا بره صورتشو بشوره بگه خب امروز چیکار میکنم؟ میرم زنا میکنم. نه، چون از ریشش اون فکر پرورونده، پرورشش داده. پس عیسی مسیح برمیگرده به ریشه، ریشه ای عمل میکنه، به جای اینکه مسکن به مردم بده میخوابونه، جراحی میکنه، قده رو در میاره که این طرف دیگه احتیاج به مسکن هم نداشته باشه. میگه اون فکر گناهالوده و اونو از همونجا جلوشو بگیر، چون اگه جلوشو نگیری دیر یا زود عمل فیزیکی رو انجام خواهی داد. ولی به هیچ عنوان دلیلی برای طلاق نیست. اگه اینجوری باشه دیگه خانواده ای نمیمونه، من فکر کنم. نه، مثلا این بهانه زیاد خواهد بود که خانواده ها به هم بخورن. یک و یه درسی که من در این دارم میبینم خیلی عالیه که ما باید این رو بفهمیم که عمل زنا یک دفعه انجام نمیشه. تغذیهش میکنیم، باید رو تغذیهش رو اگر احساس میکنیم که این داره میاد در وجود من ریشه میگیره، سریع اون تغذیهش رو باید برید. باید با کلام خدا نزدیک شد. باید اگر چه میدونم تلویزیون نگاه کردن میتونه ضعف ما باشه، اینترنت میتونه باشه، هر چیزی باشه، اون تغذیه رو نکنیم و دور بشیم ازش. که کار به طلاق، چون اونم مثل خوراک میمونه، به خوراک میدیم به این متأسفانه الان با تکنولوژی که داریم که خدا تکنولوژی رو اجازه داده برای گسترش ملکوتش، ولی شیطان خیلی سریع‌تر و وسیع‌تر و جذاب‌تر داره ازش استفاده میکنه. دیدن این صحنه ها، دیدن پورنوگرافی، فیلم های اروتیک، فیلم های خیلی کثیف به قدری الان ساده شده که روی اینترنت با دو کلیک شما میتونید بشینید و ساعت ها شما که نه منظورم حالا آقای شمای نوعی، شمای نوعی میتونن بشینن و ساعت ها نگاه بکنن و فکر میکنن که کوچکترین ضرری بهشون نمیرسه. این فیلم ها روح رو داغون میکنه، حافظه رو از بین میبره و ترشحات قدرت بدن رو تماما به هم میریزه. بعد بدن معتاد میشه به اون ترشحات. اون قدرتی که خدا به ما داده در مواقع خاصی برای لذتی که خدا داده که شخص با همسرش داشته باشه برای ارضای اون احساس جنسی، دائما در حال ترشحه، دائما و بدن به اون عادت میکنه، بدن به اون معتاد میشه و بعد بار دیگه باز میری سراغش. نه. و هر بار طولانی تره، هر بار دیرتر ارضا میشی و هر بار بیشتر میخوای. و پورنوگرافی سکس سریعه و این عادت میکنه، مغز بهش عادت میکنه و توی بیماری میندازه آدم. نه. خیلی خطرناک. وقتمون تموم شده، این بحثی که فکر کنم درسه دفعه بعد در موردش درس آماده کنیم. و خیلی ممنون، متشکرم. بحث طلاق اینجا، آیا چیز دیگه مونده در مورد طلاق؟ فکر کنم فکر نمی کنم. نه؟ اوکی. بینندگان عزیز، خوشحالیم که تا این لحظه با ما بودید و این درس ها کمک عالی خواهد بود برای شما که تصمیمات سریع نگیرین در زندگیتون، بلکه بدونین که شمایی که واقعا تو این فکر کردین، حتی بدونین که این فکر آخرین فکره. طلاق اولین راه حل نیست، بلکه آخرین راه حل جداییه، چون خدا از جدایی بدش میاد و متنفره. خدا ما رو ساخته که با هم وصل بشیم و با هم پیوند داشته باشیم. فیض خدا با شما باشه تا برنامه آینده و زندگی متعادل مسیحی. خدا نگهدار شما. خیلی ممنون که شهریار. خواهش میکنم. شنوندگان عزیز، امیدواریم که از برنامه زندگی متعادل مسیحی لذت برده باشید. منتظر پیغام‌های شما، پیشنهادات و سوالات شما عزیزان هستیم. با ما از طریق واتساپ و ایمیل تماس بگیرید. شما می توانید با ما با شماره واتساپ 2031-638-9898 با ما تماس بگیرید و همینطور از طریق ایمیل با ایمیل wrpersian@gmail.com میتونید با ما در تماس باشید. wrpersian@gmail.com.
امیدواریم که این برنامه باعث برکت شما شده باشد. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، می توانید با شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 با ما در ارتباط باشید.